سلام میکنم به همه شما عزیزانی که به تماشای این برنامه نشسته اید. میلاد رستایی منش هستم و این قسمتی دیگر از مجموعه برنامه های نهاد اکسمازلم اسکاندیناوی هست که من به همراه سایر همکارانم این برنامه ها رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. موضوعی که در این هفته انتخاب کردیم در حقیقت در رابطه با 27 دسامبر مصادف با 6 دی ماه روز جهانی نه به حجاب اجباری هستش. اگر مستحضر باشید در این روز ویدا موحد بر روی سکوی رفت و به نشانه اعتراض به حجاب اجباری حجاب خودش رو به شکل پرچمی در آورد و این در حقیقت سرآغاز حرکت و جنبش عظیمی در سر تا سر جهان شد که زنان مختلفی با الگو گرفتن از ویدا موحد همین حرکت رو در اعتراض به حجاب اجباری در کشورهای مختلف انجام دادند. به همین مناسبت گفتگویی خواهیم داشت با سه مهمان اینجا در استودیو. در کنار من دوست و همکارم نسترن گودرزی از نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی هستند. از طریق اسکایپ شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری از کانادا همراه ما هستند و همچنین از دانمارک سمن فرهزاد از فعالین سازمان جوانان کمونیست در این برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. نخست سپاسگزاری میکنم از هر سه مهمان که دعوت ما رو پذیرا شدند. نسترن جان از شما شروع میکنم. سوال اول من این هست، به نظرت نقش حجاب در سرکوب زنان و بی‌حقوقی در حقیقت زنان چه هست؟ چطور این رو عرضه می‌کنی؟ ارتباطشون به نظرت چطور هست؟ من اول سلام می‌کنم به شما و شاپرک شجریزاده عزیز و سمن فرهزاد که در این برنامه همراه ما هستند. اگه بخوام یک تصویر کلی بدم از حجاب، ببینید حجاب در واقع سمبل اسلام سیاسی هست و به این ترتیب یکی از مصادیق بارز و آشکار بی‌حقوقی زنه. زمانی که اولین حکومت‌های اسلامی در هر جای دنیا که تشکیل شدن، اولین کاری که کردن سر زن حجاب کردن و این یکی از شروع بی‌حقوقی زن بوده. به هر ترتیبی از بحث ارث و دیه و بقیه موارد گرفته تا اینکه حقوق زن رو به هر صورتی اینا پایمال می‌کنند و نادیده می‌گیرن. در حال یکی از مسائل مهم در جوامع اسلام زده حجاب هستش که ما شاهدش هستیم. مثلا جمهوری اسلامی 40 سال واقعا این مسئله به قدری براش مهمه که اگر یک روزی حجاب در ایران مسئله اختیاری بشه، یعنی که حجاب نباشه یا اجباری نباشه، قطعا جمهوری اسلامی نیست. یعنی انقدر این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هستش و به هر حال یک مسئله ایه که فعالیت‌های زیادی براش شده از همون بدو انقلاب. من یه سوال بپرسم اینجا، ببخشید قطعت میکنم، نکته این است که خیلی کوتاه اگه جواب بدی، چرا اساسا به نظر تو حجاب بی‌حقوقی هست؟ خب مسلما دولت هایی که در کشورهای مختلف هستن ممکنه یه درس کد مشخصی رو، همونطور که جواد ظریف هم گفت این درس کده، به شهروندات قانون بزنن که افراد مجبور هستن اونو تمکین بکنن به. چرا به نظر حجاب اساسا بی‌حقوقی هست؟ اتفاقا همین بحث در واقع یک سری از اسلامیست ها اینه که این یه تیک پارچه است و مسئله مهمی نیستش که خب مثلا حالا یه جور درس کده و افراد میپوشن و اینم یک جور در واقع لباس اونهاست، ولی واقعیت اینه که این مسئله نیستش. یعنی حجاب یه تیک پارچه نیست، این سمبل و نشانه مذهبی بودنه و نشانه افرادیه که حقوقشون به هر ترتیبی پایمال. مرسی، خیلی ممنون. سمن جان سوال بعدی رو از شما میپرسم. گفته میشه، اینو بارها ما میشنویم، که بحث حجاب دغدغه خیلی از زنان نیست و این رو به حسرت مبارزه با به هر صورت
حجاب و حجاب اجباری رو منتسب میکنند به زنانی که به اساس از طبقات متوسط و به نوعی مرفه جامعه هستند. به نظر شما آیا حجاب و مبارزه با حجاب اجباری دغدغه همه زنان هست؟ خب من اول سلام به شما و مهمانان برنامه‌تون و بینندگان محترم. در مورد این سوالتون من باید بگم که اساساً مسئله ما این نیست که دغدغه چه تعدادی از زنان هستش حجاب، و هیچ آمار دقیقی هم وجود نداره. یعنی اینکه ما بپرسیم از تک تک زنان که آیا حجاب دغدغه شما هست یا نه. مسئله اصلی این هستش که حجاب به عنوان یک ابزاری هست در دست جمهوری اسلامی، در دست اسلام سیاسی، برای اینکه از طریق اون بتونن زنان رو سرکوب بکنن، از طریق اون بتونن بی حقوقی هایی رو به زنان تحمیل بکنن و همینطور زنان رو کنترل بکنن و در نتیجه اون بی حقوقی ها و اون کنترل رو وارد جامعه بکنن و جامعه رو هم از اون طریق کنترل بکنن. عذرخواهی میکنم ازت، ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید الان یه مثال من بزنم که قضیه واضح بشه. مثلا در جمهوری اسلامی که ما صحبت میکنیم، در ایران زنان میتونن روسری داشته باشن، میتونن مقنعه داشته باشن، میتونن چادر سر بکنن. خب ما میبینیم یه سری تعداد زیادی، حالا شاید بگیم، حالا به قول خود آماری وجود نداره، زنانی هستن که مقنعه دارن و چادر سر میکنن. پس میتونیم آیا نتیجه بگیریم که به اصل اولویت این افراد نیست حجاب اجباری و به صورت یه سری طبقات خاصی هستن که دارن فقط برای حجاب مبارزه میکنن؟ در نتیجه تو بحث دیسکورس در حقیقت حقوق زن نباید حجاب رو واید کرد. نظرت چی هست در این رابطه؟ خب ما اصلا اینطوری فکر نمی کنیم. ما حجاب رو در واقع فقط یک تیکه پارچه نمی بینیم که روی سر زنان برای پوشوندن موهای اونها در واقع انداخته میشه. ما میگیم که حجاب در واقع از طریق این اعمال فشار و حجاب اجباری، همونجوری که توی سال 57 اسلام و حکومت جمهوری اسلامی اومد و جزو یکی از اهرم‌های فشار و اولین اهرم‌های فشارش این بود که اومد مسئله حجاب رو اجباری کرد و این رو به زنان تحمیل کرد در سال 57. خب اون موقع هم خیلی زنان بودن که چادر داشتن، خیلی‌ها بودن که بی‌حجاب بودن و هیچ حجابی نداشتن، اومدن به خیابون‌ها اعتراض کردن، چون در همون زمان هم می‌دونستن که این شروع یک بی‌حقوقی عظیمیه که قرار کل زنان رو، کل جامعه رو در بر بگیره. همون موقع هم اعتراض شد و از همون زمان بود که در واقع جنبش نوین رهایی زن شکل گرفت و عروج پیدا کرد. و ما همین الان هم داریم میبینیم که توی جامعه ایران نمیتونیم بگیم که دغدغه یه گروه خاصی هست، چه همون کسی که روسری به قول شما میپوشه، چه اون کسی که مقنعه میپوشه، یا کسی که حجاب داره. ما شاهد این بودیم که اومده اعتراض کرده، چون اون هم فهمیده که این حجاب یک سمبولی برای بی‌حقوق کردن اون در جامعه، سمبولی هست برای کنترل کردن اون، سمبولی هستش برای اینکه بقیه سیاست‌های زن ستیزانه جمهوری اسلامی پشت این میاد و این در واقع سمبولی هست برای اینکه حکومت اسلامی بقیه اون قوانین خودش و بقیه اون احکام رو بیاره، قوانینی که در مورد ازدواج میاره، قوانینی که در مورد طلاق میاره، قوانینی که در مورد حضانت میاره. خب همه این قوانین وقتی میاد نشون دهنده یک چیز هست که ما میتونیم بگیم حجاب به عنوان اولین نشانه و اولین سمبولی هستش که اسلام سیاسی اون رو به دست میگیره برای اینکه زنان رو بی حقوق بکنه در جامعه. خیلی متشکر هستم، مرسی. شاپرک جان به شما برمیگردم. به حسرت فعالیت شما رو میدونیم که در ایران شما با حجاب اجباری مبارزه میکردید، الان در کانادا هستید و در این سالها در کانادا با حجاب اجباری مبارزه کردید. به حسرت یه تفاوتی هست بین جامعه غرب که در اونجا حجاب اجباری نیست و جامعه‌ای مثل ایران که به هر صورت قانون هست و گشت ارشاد و حالا به هر صورت برای زنانی که بخوان حجاب نداشته باشن تبعاتی در حقیقت در انتظارشون خواهد بود. به نظر آیا در کشورهایی که به هر صورت حجاب اجباری نیست بنا به قانون، آیا مبارزه با حجاب اجباری باز هم ضرورت داره؟ و اساساً ما میتونیم بگیم مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی حجاب همچنان اجباری هست یا نه؟ با شما و دوستان عزیز، در مورد حجاب اجباری باید بگم که خب در کشور ایران
حکومت از حجاب به عنوان یه وسیله سرکوب استفاده میکنه. و خود من به شخصه مسئله که در مورد حجاب داشتم اون خشونتی بود که این قانون به همراه داره، یعنی اگر اجرا نکنی تو مورد خشونت قرار میگیری و اون خشونتی که نسبت به زن میشه قانونی تلقی میشه. در کنار این در جوامع دیگه داریم میبینیم ممکنه که در حکومتی حجاب اجباری نباشه و به صورت قانون تعریف نشده باشه، ولی در جوامع مسلمان اون کامیونیتی مسلمان هست که حجاب رو به اجبار سر زن میکنه و یا خانواده‌ای که داره و اگر بخواد انجام نده و این اطاعت رو انجام، یعنی حجاب با خودش اطاعت میاره، یعنی زن باید اطاعت کنه و نظر دیگران رو اگر انتخاب خودش نیست قبول کنه. در صورتی که اطاعت نکنه مورد خشونت قرار میگیره، مورد ترد شدن قرار میگیره و تبعات براش داره. در جوامع دیگه کامیونیتی های مسلمان هستن، مثل کشوری مثل ترکیه، زمانی که کمپین ما بزرگ شد و کشورهای دیگه متوجه شدن، زنان ترکیه از اولین زنانی بودن که با زنان ایرانی همراه شدن، صفحه باز کردن به نام به یاد چهارشنبا. بعد از اینکه ویدا اون حرکت زیبا را انجام داد و این سمبولیک مطرح شد تو دنیا، زنان ترکیه با همون شال سفید رفتن توی بازارچه ها و توی خیابان ها و شروع کردن صحبت کردن. چرا؟ دلیلش این بود که با اینکه در ترکیه قانون نیست، خیلی از زنها به خاطر همین حجاب اجباری که خانواده های مسلمان و کامیونیتی مسلمان دارن تحت خشونت هستن و تحت فشار هستن و از دولتشون میخواستن که ازشون حمایت کنه. در کشورهای غربی اون چیزی که مهمه اینه که این زنها شجاعتش رو پیدا کنن و در این حال حکومتها برای اینها یه تسهیلاتی قائل بشن که زنها بتونن خودشون انتخاب کنن. اگر زنی خودش میخواد انتخاب کنه که حجاب داشته باشه و به سن قانونی رسیده، چون یکی از مسائلی که ما داریم حجاب کودکان هستش، حجابی که به اجبار سر دختران میشه قبل از سن بلوغ، اگر زنی به سن بلوغ برسه و این رو به عنوان یه درس کد انتخاب کنه هیچ اشکالی نداره، ولی موضوع اینه که دختران جوان، بچه ها و خیلی از زنها تحت فشار خانواده و تحت فشار اون کامیونیتی مسلمانی که توش هستن بهشون اجحاف میشه، مورد خشونت قرار. خیلی ممنون. شب اجازه من یک سوال خیلی سریع هم از شما بپرسم. به اساس گفته میشه مادامی که شما با حجاب و حجاب اجباری در غرب مبارزه میکنید، بلافاصله شما رو میذارن تو کاتگوری راسیست ها و احزابی که به اساس احزاب و جریانات راست افراطی. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا مبارزه با حجاب اجباری عملا تو کمپ راست افراطی و راسیست ها افتادن نیست؟ اگه کوتاه پاسخ بدی ممنون خواهم شد که این سوالو از در حقیقت نسترن هم میخوام بپرسم. متشکرم. نه مبارزه با حجاب اجباری، نه بقیه مبارزات زنان برای رسیدن به برابری به نظر من تو کاتگوری نه راست قرار میگیره نه چپ قرار میگیره. این حقوق انسانی هستش و زنانی که دارن مبارزه میکنن برای رسیدن به برابری حقوق، من فکر میکنم از تمام دیدگاه های سیاسی دغدغه‌شون یکی هست. متشکر هستم، خیلی ممنون، سپاسگزارم. همین سوال نسرین جان، نظر چی هست؟ ببینید یه مسئله که شاپرک جان به درستی اشاره کردن در مورد کودکانیه که در اروپا زندگی میکنن یا آمریکا یا کشورهای به اصطلاح آزاد زندگی میکنن که حجاب در این کشورها عملا اسمش اینه که آزاده و اجباری نیست، ولی ما میبینیم که هیچ قانونی پشت این کودکان نیست که در از خانواده های مسلمان میان و خانواده ها مجبورشون میکنن که حجاب سر بکنن و هیچ قانونی نیست که از اینها پشتیبانی بکنه و اگر که میخوان این حجاب رو کنار بذارن بتونن کنار بذارن، در حالی که ما میبینیم که در کشورهای غربی با فشار خانواده ها مواجهن و اجباراً عملاً اجباراً حجاب سر میکنن و هیچ کسی نیست که ازشون پشتیبانی بکنه. به حال این یه مسئله ایه که ما در حتی اروپا هم باهاش مواجه هستیم و این ابزار سرکوب یه جوری از کودکی در این خانواده ها بنیان نهاده میشه، دقیقا هم شباهت با همون چیزی که
در جمهوری اسلامی ما میبینیم که از کودکی حجاب سر بچه میکنن تا در نهایت حقوقش رو پایمال میکنن. و این به حال ما هر موقع صحبت از حجاب اجباری برای کودکان میکنیم یا حجابی که اون کودک هیچ مذهبی نداره و نمیتونسته انتخاب بکنه که حجاب سرش بکنه. درسته. به هر حال این رو بگذاریم از حجاب کودک. گفت وقتی که شما در اروپا در سوئد تجربه خودت رو، من میدونم که این رو خیلی کامل لمس کردی، به محض اینکه شما در اروپا و آمریکای شمالی حرف از مبارزه با حجاب اجباری میزنید، به شما برچسب راسیست میزنه و اینکه شما با کمپ راست دارین فعالیت میکنید. به نظرت آیا این کاتگوری درست هست؟ حالا شاپرک جواب داد، میخوام نکته نظرت رو بدم کوتاه لطفاً که حتما. ببینین یه مسئله که در مورد در واقع اعتراض به حجاب اجباری وجود داره، همونجور که تو به درستی گفتی، دقیقاً همینه که اون افراد میان در جامعه اروپایی میگن که شما اسلام هراسین و حالا یا راسیستین، میخواین که مهاجر را در واقع بیرون بکنن، کسانی که میخوان حجاب داشته باشن. ولی نکته ای که مورد توجه اینه که ببینین ما نمیتونیم دم از آزادی، برابری، حقوق انسانی بزنیم در همین غرب، در اروپا که جامعه آزادیه، و بیایم تبلیغ حجاب بکنیم، حجاب رو نرمالایز بکنیم، حجاب رو به عنوان یک درس کد معرفی بکنیم، در حالی که میلیون ها انسان در عربستان، در ایران، در ترکیه، در عراق دارن علیه حجاب مبارزه میکنن. بنابراین نکته من اینه که ما نمیتونیم هیچ وقت این مسئله رو در غرب عادی سازی بکنیم. این یک مسئله عادی نیست که بیایم بگیم که مثلا من میدونم که اسلامیست ها و یا حالا کسانی که برای تبلیغات اسلامی میکنن روز اول فوریه روز جهانی حجاب نامگذاری میکنن و سعی میکنن که نرمالایز بکنن این مسئله رو در غرب و بیاین حجاب بکنیم زنان اروپایی و بیاین ببینین تجربهش چجوریه. این یک مسئله عادی نیستش، بنابراین توهین به اون افرادی هست و یا نایده گرفتن حقوق افرادی هستش هستم. که در کشورهای اسلام زده زندگی میکنن. خیلی متشکر هستم سمن جان، مجدد به شما برمیگردم. اگر نکته نظری رو صحبتهای گفته شده دارید میشنویم، اگر نه سوال من این هستش که همینطور که نسترن اشاره کرد، از طرف اسلامیست ها چند سالی هست که اول فوریه به عنوان روز جهانی حجاب، ورلد حجاب دی، نامگذاری شده، صفحه ویکی‌پدیا دارن و هر روز هر سال این مراسم رو مفصل در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی برگزار میکنند. به نظر شما چرا مهم هست اساساً که ما روز 27 دسامبر داشته باشیم، در حقیقت روز جهانی نه به حجاب اجباری داشته باشیم؟ اهمیتش رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به این سوال شما جواب بدم، همینطوری که دوستانم توضیحاتی دادن، من اینجا لازم میدونم که یه توضیحاتی در اضافه بدم و اون این که ما اینجا برای اینکه به این مسئله بپردازیم باید برگردیم و ریشه این مسئله رو ببینیم که ریشه این مسئله از کجاست، چرا داره عادی سازی میشه در کشورهای اروپایی، چرا دارن مماشات میکنن با دولت‌های اسلامی، با امامان جمعه، با نمایندگانی که در کشورهای اروپایی هستن و نمایندگان اسلام سیاسی هستن. خب ما اینجا نمیتونیم نقش نظام سرمایه‌داری رو نادیده بگیریم. اگه بخوایم ریشه‌ای به این مسئله نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نظام سرمایه‌داری یک زمانی اومد یک سری ارزش‌های جهان‌شمول رو تعریف کرد و گفتش که این ارزش‌های جهان‌شمول باید در سراسر دنیا باشه. چرا؟ و اینها رو صادر کرد، این ارزش‌هاشو. چرا؟ چون اون زمان می‌خواست در واقع سرمایه خودش رو صادر بکنه و برای اینکه زنان و مردانی که داشتن توی روستاها روی زمین‌ها کار می‌کردن باید می‌اومدن و وارد بازار کار می‌شدن. پس اون زمان روی این ارزش ها تاکید میکرد و به عنوان ارزش های جهان شمول و ارزش هایی که باید به همه جا این صادر بشه روی اون تکیه میکرد. الان ما میبینیم که جامعه سرمایه‌داری همه جا ریشه داره، همه سرمایه‌داری توی همه جوامع در واقع صادر کرده اون سرمایه رو و الان دیگه اساسا براش نیازی نداره که دست بذاره روی اون ارزش های جهان شمول و دیگه اون هزینه رو حاضر نیست پرداخت بکنه. برای همین اینجاست که ما میایم نقش در واقع میبینی که پست مدرنیست چجوری میاد جایگزین میشه و چجوری اینجا نسبیت فرهنگی میاد جلوی به این شکل که میاد میگه نسبیت فرهنگی اینطوری توضیح میده که دیگه برابری، آزادی، رنج، شادی در همه جای دنیا برابر نیست. شمایی که یک مذهب خاص دارین، شمایی که ارزش‌های قبیلتون فرق می‌کنه، شما می‌تونید ارزش‌ها رو نگه دارید، شما می‌تونید مذهبتون رو نگه دارید. این میشه که ما توی جامعه جوامع اروپایی توی غرب می‌بینیم که
همینطور که مثال زدیم توی سوئد یا کانادا میبینیم که اینجا میان رسمیت میدن به اون امامانی که هستن، مذهبی هستن، به نمایندگان مذهبی، برای اینی که تصمیم بگیرن برای کسانی که از کشورهای اسلام زده اومدن، کسانی که اومدن از اون کشورها فرار کردن به دلیل همین قوانین ضد انسانی اسلامی از اون کشورها فرار کردن و الان به چنگال اینها افتادن و دولت‌های غربی از اینا حمایت میکنن و اینا رو به رسمیت میشناسن. اینجاست که ما باید به عنوان کسانی که خودمون رو فعال میدونیم و باید مبارزه بکنیم وایسیم و جلوی مماشات رو بگیریم، کما که ما این کار رو انجام دادیم. به طور مثال دادگاه شرعیه توی کانادا ما اعتراض کردیم به قوانین اونها، اعتراض کردیم به رسمیت شناختن این امامان رو در کشورهای اروپایی و باید جلوی اینها ایستاد. به بهانه اینی که شما از هر کشوری اومدین مذهب خودتون رو دارین، به بهانه این که ارزش‌های قبایل باید قابل احترام باشه، به بهانه آزادی بیان و به بهانه های مختلف، اینها در واقع دارن دست جنبش اسلام سیاسی رو در غرب باز میذارن برای اینکه اون بیحقوقی ها رو در غرب هم اینها ادامه بدن و در واقع همون جور مسائل ضد انسانی، کارهای زن ستیزانه خودشون، احکام ضد زن خودشون رو توی همین جوامع غربی هم در واقع. مرسی سمن جان. فقط خیلی کوتاه اگه این بخش هم جواب بدی که حالا در رابطه با همین توضیحاتی که بهش اشاره کردی، 27 دسامبر مشخصا چطور میتونه همین تعرضی که باید انجام بشه رو در حقیقت تقویت بکنه، جنبش مبارزاتی، اون جنبشی که شما ازش به عنوان جنبش نوین رهایی زن اسم بردید، 27 دسامبر چطور میتونه این جنبش رو تقویت بکنه؟ کوتاه لطفا. خب من اگه بخوام در مورد خارج از کشور صحبت بکنم که توی 27 دسامبر خب ما توی سازمان جوانان به طور مشخص توی انقلاب زنانه اومدیم فراخوان دادیم، اطلاعیه دادیم، نامه‌های سرگشاده داریم که به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی این نامه‌هامون رو فرستادیم و از اونها خواستیم که مماشات خودشون با جمهوری اسلامی دست از مماشات خودشون بردارن و باید جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن. خواستیم که اینها باید سفارت خونه‌ها و در واقع کنسولگری‌ها، جایی که اینها تبدیل شده به محلی برای جاسوسی و برنامه‌ریزی برای ترور اسلامی، اینها باید اینجا رو محکوم کنند، باید بسته بشه. و همینجور فراخوان دادیم که همه زنان در سراسر دنیا برن روی سکوها و این حجاب رو در واقع که سمبل بی‌حقوقی هست و روی به سر چوب بگیرن و از این طریق اعتراض خودشون رو به جامعه، به دولت، به کشوری که در اون هستن، به دولت‌هاشون، به در واقع در حمایت و همبستگی از زنان ایران اعتراض خودشون رو در سراسر دنیا در ابعاد وسیعی در واقع این رو منتقل بکنن. بسیار بسیار سپاسگزار هستم، خیلی ممنون. شاپرک جان همین سوال رو مشابهش رو از شما دارم، چطور در حقیقت 27 دسامبر رو ارزیابی میکنید؟ چقدر این روز و روزهای مشابه میتونه به تقویت جنبش زنان، بلند شدن صداشون و اینکه به هر صورت جوامع بین المللی بشنون صدای آزادی خواهی زنان رو و ازشون حمایت بکنن، 27 دسامبر مشخصا چه نقشی میتونه در این روند ایفا بکنه؟ ما از با نشون گذاشتن این روز و معرفی این روز به دنیا میتونیم، به نظر من مهمترین کاری که میتونیم بکنیم همونطور که سنم جان گفتن آگاهی رسانیه در مورد کانسپت حجاب اجباری، در مورد کانسپت حجاب چه در کشورهایی که زنان به صورت علنی مورد خشونت قرار میگیرن، حقوقشون زیر پا گذاشته میشه. ببینید در کشوری مثل ایران یکی از چیزهایی که تو سوال اول از من نپرسیدید، به جز خشونتی که زنان دارن روزانه میبینن در خیابانها، خشونتهایی که توجیه میشه در خانه، در خانواده، وقتی زنی میره شکایت میکنه از شوهرش و شوهرش از حجاب این زن استفاده میکنه برای اینکه خودش رو مبرا جلوه بده، در کنار اون زنهای موفقی که نمیتونن به جایی برسن، امکان دارن که به جامعه خدمت کنن فقط به خاطر اینکه حاضر نیستن حجاب برتر داشته باشن، حاضر نیستن مقنعه و چادر سرشون کنن و با اون وضع برن سر کار، اینا در یک جایی استاپ میکنن، یعنی اجازه پیشرفت به زنان داده نمیشه. در ایران
بر حسب شایسته سالاری زنان موفق نمیشن، بلکه بر اثر روابط مذهبی و اینکه نشون بدن آدم مذهبی هستن پیشرفت میکنن. در کشورهای دیگه هم همینطور، همین خشونتی که زنان دارن میبینن، ما این رو باید به دنیا نشون بدیم. در کنار این، شخصا به نظر من اگر هر سمبل مذهبی فقط برای یک جنسیت باشه، این یک تبعیض جنسیتی هستش. یکی از چیزهایی که اینجا من باهاش برخورد میکنم، منو متهم به اینکه تبلیغ اسلاموفوبیا میکنم، منو متهم میکنن و میگن که این نشان دهنده عشق یک زن به خداونده. و همیشه سوال من اینه، چرا فقط یک زن باید عشقش رو به خداوند، به خدایی که داره، با پوشاندن خودش نشون بده؟ چرا مردها این کارو نمیکنن؟ پس وقتی که فقط یک جنسیت مجبور کاری بکنه، این به نظر من تبعیض جنسی هستش و ما میتونیم به دنیا نشون بدیم که برخلاف تبلیغی که دارن میکنن اسلامیست ها و میخوان نرمالایز بکنن حجاب اجباری رو و حجاب رو بر سر زنها، ما به عنوان زنانی که مسلمان تو کشور مسلمان به دنیا آمدیم، به عنوان زنانی که تحت تاثیر این خشونت قرار گرفتیم و این سرکوب رو دیدیم، میتونیم هویت واقعی حجاب رو به دنیا معرفی کنیم. خیلی متشکرم، بسیار بسیار عالی. نسرین جان، همین سال 27 دسامبر و جنبش زنان. جنبش زنان و 27 دسامبر خیلی کمک بزرگی میتونه به آزادی خواهی به خصوص زنانی که از کشورهای اسلام زده میان بکنه و همینجور اثر بذاره رو جوامع غربی. همونجوری که گفتم، یکی از قدم‌های مهم اینه که در کشورهای اسلام زده حجاب اجباری لغو بشه و بعد تأثیر بذاره رو جوامع غربی. کسانی که توی خانواده‌های اسلام زده زندگی میکنن، اسلامی زندگی میکنن، اونها اجازه داشته باشن قوانینی ازشون پشتیبانی بکنه. یکی از کارهایی که میشه کرد، سمن اشاره کرد که بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی هست. به هر طریقی جمهوری اسلامی اجازه نباید داشته باشه که در قرن 21 همچین احکام مرتجع و ضد انسانی برقرار باشه در اون کشور و همینطور صدای زندانیان سیاسی باشیم که الان به خاطر مسئله حجاب تو زندان هستن. سبا کردفشاری، مادرش یاسمن آریایی و کسان دیگه، صدها نفر دیگه که بدون با واسطه از طریقی به حال ضمن اعتراض به کلیت جمهوری اسلامی، در واقع یکی از موارد مشخصی که اعتراض دارن نسبت بهش مسئله حجاب اجباری هستش در ایران و میتونیم صدای اونها باشیم، میتونیم در واقع بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی رو در کشورهای غربی پیش ببریم و همینطور از این طریق صدای زنانی باشیم که در ایران 40 ساله که دارن مبارزه میکنن علیه حجاب اجباری و این جنبش در واقع داره دیگه به ثمر میشینه و دارن این زنان پیروز میشن علیه جمهوری اسلامی، چون ما میدونیم که مبارزات گسترده‌ای در همه سطوح علیه جمهوری اسلامی هست و این میتونه کمکی باشه برای حتی بخش زنانی که مسئله‌شون حجاب اجباری هستش و این جمهوری اسلامی ننگین رو بندازن و به این ترتیب تأثیر بذارن رو جوامع غربی. بسیار متشکر هستم. خیلی خیلی ممنون، بسیار بسیار سپاسگزار هستم از مهمانانی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتند. نسترن گودرزی از نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی، شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری و همچنین سمن فرهزاد از فعالین سازمان جوانان کمونیست. حتما میتونید در رابطه با مطالبی که در این برنامه گفته شد اظهار نظر بفرمایید. راه‌های تماس با ما در پایان برنامه اعلام خواهد شد. اینجا تشکر ویژه دارم از آرش یزدان و علی شجاعی که امور فنی این برنامه را بر عهده داشتند.